سلام این پاورقی که قسمت 116 همه زبان اصلی سریال سیب ممنوع است همزمان با پخشش در ترکیه وقتی اندر از آرزو میشنوه که همسر دوانه شکه با عصبانی میشه اون خودش همکار دوان معرفی میکنه آرزو میگه دوان تو حمامه و کمی بعد میاد اندر میگه کار واجبی نداره بعد قهوه ها رو روی میز میذاره و میره اندار مستقیم پیش یلدیز میره و با عصبانیت موضوع رو تعریف میکنه یلدیز هم شوکه میشه و میگه فکر نمیکنه دوان متعهل باشه و اون چنین اخلاقی نداره که با وجود تعهل با زنای دیگه رابطه داشته باشه اون میگه پیگیر ماجرا میشه یلدیز و آسمان به بالکن میرن و کومرو رو به همراه آرزو توی حیات میبینن دوان به همراه آرزو به شرکت میره اندر با عصبانیت به اتاق پیش دوان میره و با تنه موضوع متحل بودن اونو پیش میکشه دوان خندش گرفته و میگه آرزو زن اون نیست بلکه دوست دختر سابقش بوده که هفت سال با هم بودن و حالا دو ماهی که از هم جدا شدن اما همچنان دوست مورد اعتمادشه اندر از رفتار آرزو ایراد میگیره و اونو به خاطر دروغ گفتنش مورد اعتماد نمیدونه دوان دل اندر رو به دست میاره و اونو آروم میکنه بعد میگه چاتای انتخاب مدیر شرکت رو به اون سپرده اندر خودش رو مناسب مدیریت میدونه و دوان میگه همه چیز رو بررسی میکنه و خبر میده یلدیز به خونه پیش کومرو میره و در مورد کرم های پوست اون که خبرساز شده بود سوال میکنه کومرو موضوع رو جدی نمیدونه و شرکت رو مقصر میدونه یلدیز در مورد آرزو از کومرو میپرسه و کومرو میگه اون دوست دختر سابق دوآنه. یه نفر از طرف شرکت مد لباس به خونه کومرو میاد تا با اون به عنوان یه بلاگر مصاحبه کنه. یلدیز نمایش لایو کومرو رو توی اینستاگرام تماشا میکنه. کومرو یکی از کیفای مارکدار و گرون قیمت خودش رو توی برنامه نشون میده و میگه قصد داره تو مهمونی بعدیش از اون استفاده کنه. یلدیز نقشه به ذهنش میرسه. توی جلسه شرکت آرزو هم حضور پیدا میکنه. فیضا از رفتارهای اندر متوجه مشکل اون با آرزو میشه و به امضاهاش گرم میگیره. یلدیز از امیر میخواد که به خونه پیش اون بره اون برای یه کمک گرفتن از امیر به ناچار ماجرای خیانت چاتای و کمرو رو براش تعریف میکنه بعد از اون برای عوض کردن کیف کمرو با یک کیف تقلبی کمک میخواد و ازش میخواد قضیه رو به هیچ کس نگه امیر به بازار میره و یک کیف تقلبی مثل کیف کمرو پیدا میکنه قیمت کیف به خاطر کیفیت بالا و شباهت به اصل بالاست و یلدیز از اون میخواد که کیف قسطی بخره فیضا به رستوران پیش عمر میره و به اون میگه بهتر رابطهشون رو تموم کنن و مثل دوست باشن چون به خاطر رسیدگی به پسرش و کارهای شرکت نمیتونه مطابق میل عمر با اون وقت بگذرون عمر قبول میکنه. ایلدیز برای اینکه بتونه طبق گفته یه وکیل مدرک جمع کنه شب به بهانه اینکه هالشجان جان میخواد کمرو رو ببینه کومرو رو توی حیات صدا میزنه بعد حالیش رو به چاتای میده و خودش به بهانه داخل میره و گوشی رو در حالت ضبط صدا توی گلدون میذاره چاتای به خاطر اینکه کومرو برای اون قیافه گرفته ازش گلایه میکنه کمرو اهمیتی نمیده و خداحافظی میکنه و داخل میره روز بعد یلدیز به همراه امیر به خونه یک کوم رو میره و یلدیز امیر رو به بهانه عوض کردن پوشک حالی جان به اتاق میفرسته تا امیر کیف عوض کنه. توی جلسه شرکت دوام برخلاف انتظار اندر آرزو رو به عنوان مدیرعامل شرکت معرفی میکنه و از توانایی های اون میگه. اندر رستبانی میشه. فیضا و چاتای به آرزو تبریک میگن. آرزو همه رو برای شام به خونش دعوت میکنه. اندر به اتاقش میره و وقتی دوان پیشش میره ازش گلایه میکنه. دوان میگه اون به عمد اندر رو انتخاب نکرده تا سر اون به خاطر کاره شرکت شلوغ نباشه و بتونن با همدیگه وقت بگذرونن و به تفریح و سفر برن. اندر کمی قانه میشه. کمرو به همراه یکی از دوستاش برای نهار به رستوران میره. دوست کمرو برای اون تعریف میکنه که به تازگی با یه پسر آشنا شده. اون میگه اون پسر رو هم به رستوران دعوت میکنه. کمی بعد عمر به اونجا میاد و کمرو با دیدن اون عصبانی میشه و اونا به هم تنه میزنن. کمرو ماجرای مشکلش با عمر رو برای دوستش تعریف میکنه و بعد میره. از طرف شرکت لوازم آرایشی بهداشتی با یلدیز تماس میگیرن و میگن از ترکیب شامپوی دستازه اون استقبال شده و اونو برای تولید تایید کردن. اونو از یلدیز میخوان که به ملاقاتشون بره. یلدیز به کمک امیر از یه اکاس میخواد که از کومرو و چاتای موقع رفتن به ویلا عکس بگیره وقتی یلدیز عکس ها به همراه صدای ضبط شده را به وکیل نشون میده وکیل میگه اونا توی عکس کنار هم نیستن و به راحتی میتونن این قضیه رو توجیه کنن اون میگه باید مدارک بهتری داشته باشن کومرو به یه مراسم توی فروشگاه پوشاک میره و یلدیز هم به امن به اونجا میره کومرو کیفش رو بر میداره و همه از کیفش تعریف میکنن یلدیز به کیف اون میوه میریزه صاحب فروشگاه کیفو برای تمیز کردن میبره و وقتی برمیگرده به کومرو میگه کارشناس اونا کیفو بررسی کرده و کیف تقلبیه کومرو به شدت عصبانی شده و اینو انکار میکنه و داد و فریاد میکنه همه از کومرو فیلم میگیرن و یلدیز با خوشحالی صحنه رو ترک میکنه یلدیز از امیر میخواد که به کمک یک کلیت ساز وارد ویلای چاتای بشه و اونجا دوربین مداربسته نصب کنه تا از چاتای کومرو فیلم بگیره شب اندر به خونه یه دوان میره. کومرو به خاطر اتفاق اون روز عصبانیه و توی اتاقش داد و فریاد میکنه. اندر برای اینکه خودش رو به کومرو نزدیک کنه پیشش میره و بهش میگه اتفاقات اخیر که براش پیش میاد به احتمال زیاد تصادفی نیست و حتما کسی قصد اذیت کردنش داره. اون میگه کومرو باید در کارهاش دقت کنه و دشمنش رو پیدا کنه و در صورت نیاز از اندر کمک بخواد. رو حرفای اونو تایید میکنه و ازش تشکر میکنه. وقتی اندر میره حرفای دوان با چتین رو میشنوه که دوان از چتین میخواد برای آرزو یه راننده پیدا کنه. اندر توی مسیر برگشت به جانر میگه باید یه راننده پیدا کنه تا از طریق اون بتونه آرزو رو زیر نظر داشته باشه. روز بعد چاتای به ویلا میره و منتظر اومدن کومروه یلدیز با گوشیش فیلم دوربین رو میبینه و عصبی و نگرانه یه نفر وارد ویلا میشه و چاتای که انتظار داشت کومرو رو ببینه با دیدن اون شوکه میشه همزمان کومرو به خونه پیش یلدیز میره یلدیز جا میخوره کومرو به یلدیز میگه باید با هم صحبت کنیم ممنون از اینکه با من همراه بودید خدا نگهدار